کابوس خلیفه ارتجا از عهد آتشین پرچم فروغ در لیبرتی. ولی فقیه درمانده ارتجا بعد از به سنگ خوردن تیرهای زنجیری توته و کشتار در سال 92 و بعد از فرو ریختن سرمایه گذاری های 8 ساله اش بر روی جلادی به نام نوری مالکی در سال 93 در برابر پایداری اشرفی ها زله و درمانده شده و در تله اتمی و تنگنای بحران و ورشکستگی درونی و در بنبست اعماق استراتژیک نظام در سوریه و عراق نمی داند که سرش را به کدام دیوار بکوبد. آخر خیلی خوب می داند که برافراشتن پرچم فروغ و ابلاغیه چراغ خاموش و پیام عهد پرچم در لیبرتی می تواند به این بحران ها سمت و سوی سرنگونی بدهد. آن هم با پیام منکر اول ولایت فقیه است و معروف اول ارتش آزادی است تا بند از بند خلافت ارتجایی بکسلد. و با شعار دختران دانشجوی ایران در خیابانهای اصفهان و تهران که اسید پاش را باید کشت چه با تفنگ چه با مشت، و اینکه یزید دوران خامنه‌ای و شمر زمان آخوند لاریجانی در برابر هر اعدام باید یک بار کشته شوند. رسانه‌های رژیم و اطلاعات آخوندی از فرط ترس در همین خصوص از عهد آتشین پرچم فروغ و چراغ خاموش در لیبرتی در شب عاشورا خبر داده اند. اخیراً در لیبرتی پیامی از جانب مسعود رجوی از روی نوشته توسط مسئولین برای نفرات خوانده شده که رجوی در این پیام به داستان تالوت و جالوت اشاره کرده است. رجوی در این پیام همچنین گفته است که من هیچ کس از شماها را نمی خواهم. من محفل نمی خواهم. مناسبات غیر تشکیلاتی نمی خواهم. بریده و سیاهی لشکر نمی خواهم. بروید به دنبال زندگیتان. برای من 313 نفر بماند کافی است. عدد 313 تعداد نفرات سپاه حضرت محمد صلی الله در جنگ بعد در برابر هزاران تن سپاه کفار می باشد. همچنین در روایات تعداد یاران امام زمان عجل الله در دعوت اولیه را هم 313 تن ذکر نمودند. ظاهراً رجوی پیام خود را به همه اعضا و هواداران سازمان در آمریکا و اروپا هم تعمیم داده است.